این اولین اظهار نظر جدی آقای بایدن هست در مورد حمله‌ای که روز گذشته انجام شده. جزئیات بیشتر رو از تو بشنویم. آمریکا کلا جدی هستش، با این مسئله به صورت مسامحه نگاه نمی‌کنه. از رئیس جمهور آمریکا پرسیدن که خب چرا حمله کردی، گفت چون اونا ابتدا به ما حمله کردن، یعنی واکنشی بوده پاسخ آمریکا، و گفتش که سوال بعدی تکمیلی این بودش که چه مسئله مجبورتون میکنه که دوباره حمله بکنین یا واکنششون بدین، که گفتش که در صورتی که اونها ما رو مجبور بکنن ما پاسخ خواهیم داد. در همین زمینه جان کربی که هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید هستش، در کنفرانس خبری تلفنی که تقریبا همزمان با صحبت‌های جو بایدن بودش که داشت سفر ایالتی میرفت، ازش پرسیدن که ابراهیم رئیسی هفته دیگه به عربستان سعودی برای اجلاس سازمان همکاری‌های اسلامی میره، بودن اون برای بیانیه نهایی مثبت برای آمریکا یا منفی، با توجه به اینکه خیلی از همراهان آمریکا، متحدین آمریکا، شرکای آمریکا خواستار آتش بس هستن، نه اون وقفه‌های انسانی که آرش هم بهش اشاره کرد که قرار شده اجرا بشه، آیا تأثیر منفی یا مثبت خواهد داشت؟ که گفتش که جان کربی گفتش ابراهیم رئیسی، مقام رهبری جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران، گروه‌های نیابتی، همه اینها باید اخلال در امور سوریه و عراق انجام ندن. جمهوری اسلامی نباید حماس رو تامین مالی بکنه، جمهوری اسلامی نباید تامین کننده مالی حزب الله لبنان باشه، و باید توقف به یک شیرانی آزاد در خلیج فارس رو متوقف کنن و تسهیل نکنن کشدار اوکراینی ها توسط آقای پوتین در جنگ بین روسیه و جنگ تجاوز نظامی.